صحبت‌های دردناک و تلخ آتیلا بسیانی در مورد مرگ و زندگی بعد از اون و تجربه تلخ و عجیبی که از مرگ مادرش در کودکی تجربه کرده. با ما همراه باشید، صحبت‌های دردناک مرحوم آتیلا بسیانی رو در مورد مرگ میشنوید. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب 2 روز قبل متاسفانه آتیلا بسیانی، بازیگر قدیمی کشورمون، به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در کشور فرانسه از دنیا رفت. آتیلا بسیانی فقط 66 سال سن داشت و مثل خیلی از هنرمندای کشورمون خیلی زود از دنیا رفت. البته که متاسفانه این مرگ زود هنگام در خانواده و نزدیکان آتیلا بسیانی چیز عجیبی نبود. مادرش جمیله شیخی هم مشابه آتیلا بسیانی توی سنین خیلی کم، یعنی حدود 71 سال سن داشت که بر اثر سرطان از دنیا رفت. جالبه که بدونید آتیلا بسیانی خیلی پدرش رو هم ندیده و وقتی که آتیلا چند ماهش بوده پدرش دست به خودکشی میزنه و به زندگی خودش پایان میده. جمیله شیخی مادر آتیلا بسیانی 2 بار کلن ازدواج کرده. بار اول سال 1335 با پدر آتیلا بسیانی، آقای هلال بسیانی، که 1 سال بعد از ازدواجش در سال 1336 آتیلا بسیانی به دنیا میاد و چند ماه بعد از به دنیا اومدن آتیلا پدرش دست به خودکشی میزنه و در سال 1337 به زندگی خودش پایان میده. جمیله شیخی 9 سال به تنهایی زندگی خودش و تک پسرش آتیلا رو جلو میبره تا اینکه در سال 1345 تصمیم میگیره که برای بار دوم ازدواج بکنه. اون در سال 45 با مهدی قریشی ازدواج کرد که حاصل این ازدواج هم دختری به نام آتوسا شد که در سال 1349 به دنیا اومد، که در واقع تنها خواهر برادر آتیلا بسیانی به حساب میاد و خواهر ناتنیش به حساب میاد. شوهر دوم جمیله شیخی هم در سال 1365 به دلیل بیماری سرطان از دنیا رفت. 15 سال بعد از شوهر دوم جمیله شیخی خودش هم در سال 80 در سر بیماری سرطان از دنیا میره. جمیله شیخی مادر آتیلا بسیانی در هنگام مرگ 71 سال سن داشت. البته مرگ در اثر سرطان توی خانواده آتیلا بسیانی اصلا چیز عجیب غریبی نبود و دوستان و فامیل زیادی رو به این شکل آتیلا بسیانی از دست داد. اکثرشون هم توی سنین کم 40، 50، 60 سال از دنیا رفتن. واسه همین آتیلا بسیانی کلن انگار با مرگ دوست بود و ترسی ازش نداشت. جالبه که بدونید آتیلا بسیانی در سالهای اخیر حتی قبل از ابتلاش به بیماری سرطان خیلی عمیق به مرگ و زندگی بعد از مرگ فکر میکرد. حتی توی یکی از مصاحبه‌های اخیرش مرگ و زندگی بعد از مرگ رو مهمترین دغدغه‌اش تونست و گفت مگه میشه به مرگ و زندگی بعد از اون فکر نکرد؟ منم به این موضوع زیاد فکر میکنم و نظرم خیلی نزدیک به دیدگاه اکثر ادیان هستش و معتقدم که زندگی بعد از مرگ وجود داره و بازگشت همه به اون نقطه یه که ازش روزی اومدن. بریم قسمتهایی از مصاحبه آتیلا بسیانی در مورد مرگ و زندگی بعد از اون رو بشنویم. مرگ و زندگی مهمترین پدیده های عینی و ذهنی انسان هستن، یعنی انسان همیشه به مرگ، زندگی و زندگی پس از مرگ فکر میکنه، اصلا نمیتونه جدا از این باشه. من یادم یک پروژه دکتر مهدی حجت داشت، پروژه رو خیلی دوست داشتم، داشت دربارش صحبت میکرد. ما یک سمیناری در دانشگاه داشتیم در اواخر دانشجویی من، ایشون اومدن درباره یک پروژه خودشون توضیح دادن تحت عنوان و، اسم پروژهشون و، و داشتن میگفتن که این فرم مدور چرا یک فرم مذهبی و یک فرمی که مربوط به زندگی و مرگه، و داشتن میگفتن که این فرم چگونه گرفته شده از انا لله و انا الیه راجعون. و به نظر من خیلی مبحثه، چه دوست قبول داشته باشم چه قبول نداشته باشم، بسیار مبحث جذابه. اما آتیلا بسیانی توی یکی از مصاحبه‌هاش که اخیراً هم انجام داده بود و مهمون برنامه ایرج طهماسب شده بود، برای اولین بار از خاطره مرگ و از دست دادنی که در کودکی تجربه کرده بود و تأثیر زیادی روی زندگیش گذاشته بود صحبت کرد. اون توی این مصاحبه گفت که توی سنین کودکی وقتی که 4-5 سال بیشتر سن نداشت، توی یه تمایش تئاتر شاهد مرگ مادرش بود و چون درکی از این اتفاق نداشت حسابی شوکه شد.
خودش میگه که بعد از مشاهده اون صحنه حالش خیلی بد شد و مدت‌ها طول کشید که به زندگی عادی برگرد و به خاطر شوکی که بهش وارد شده بود حتی مادرش تا مدت‌ها در انتخاب نقشاش دقت بیشتری به خرج میداد و هر وقت هم قرار بودش توی یکی از نمایشاش اتفاقی بیفته یا سکانسی داشته باشه که شاید برای پسرش خوب نباشه از مدت‌ها قبل اون رو برای این نقش آماده میکرد و راجبش صحبت میکرد که آتیلا پسیانی یه درکی از موضوع بگیره. اون میگه توی اون سنین وقتی که مرگ مادرش رو جلوی چشش دید شوک شدش و حتی وقتی که اطرافیان اون رو بغل کردن و خواستن بهش دلداری بدن اون حالش بدتر شد. حتی شب بعد از نمایش وقتی مادرش خواست اون رو در آغوش بگیره چون فکر میکرد مادرش از دنیا رفته بیشتر ترسید و حالش بازم بدتر شدش. بریم این صحبت‌ها رو هم از آتیلا پسیانی در مورد تجربه‌ای که داشته بشنویم. و در صحنه‌ای از این نمایش آقای جوانمرد خانم شیخی رو به قتل می‌رسونه. طبق داستانی که توی نمایش وجود داشت. من خیلی حالم بد شد، خیلی. 4 سالم بود و اولین بار بود که به یک دلیلی مردن مادرم رو داشتم میدیدم و هیچ وقت این رو هیچ تجربه حتی در حد شوخی، بازی، نمایش اینها هم ندیده بودم. از مادرم نمایش دیده بودم ولی مردنش رو ندیده بودم توی نمایش. خزیدم رفتم زیر میز. همه آدمای خانواده جمع شده بودن، منو صدا میکردن و هی میخواستن به من دلداری بدن، منو از زیر میز بیرون بیارن و من هرچی اینها این تلاش رو میکردن من بدتر میشدم و خیلی خیلی حالم بد بود. تا اینکه مادرم اجرای تلویزیونیش وقتی که تموم شد با سرویس کار اومد به منزل خاله من که به ما همه براش تعریف کردن که آتیلا رفته زیر میز و بیرون نمیاد و مادرم گفت که من خودم میرم پیش او. اومد زیر میز پیش من و شروع کرد منو بغل کردن، نوازش کردن و من حالم بدتر هم شد. یعنی دیگه نمیفهمیدم چی داره میگذره. تا 2-3 روز من اصلا مطلقا حرف نمیزدم، خیلی شوکه شده بودم. و بعد از اون دیگه اگر قرار بود از این اتفاقات ناگوار توی مثلا نمایشی بیفته که مادرم بازی داشت، پیشا پیش داستان رو برای من تعریف میکرد، شرح میداد که اینطوریه بازیه، این کارو ما میکنیم که نشون بدیم اینطوری. خب دوستان، حتما نظراتتون رو برای ما تو بخش کامنت ها راجع به صحبت های آتیلا پسیانی و دیدگاهش نسبت به مرگ و زندگی بعد از اون برای ما تو بخش کامنت ها بنویسید. چقدر با صحبت هایی که آتیلا پسیانی انجام داده موافق هستید؟ به نظرتون آیا مرگ و زندگی بعد از اون انتقال به دنیای دیگه است و اینقدر هم که میگن سخت نیست، آیا زندگی اصلا بعد از این دنیا وجود داره یا نه؟ حتما نظراتتون رو برای ما کامنت بکنید. راجع به صحبت‌های آتیلا پسیانی هم نظرتون رو به ما بگید. امیدوارم که روح این هنرمند خوب کشورمون در آرامش باشه و دیگه شاهد مرگ‌های زود هنگام هنرمندان و بازیگر و بزرگان هنرمون نباشیم. یک دنیا سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید. چند تا ویدیوی دیگه هم در مورد جمیله شیخی و آتیلا پسیانی توی کانال قرار دادم که پیشنهاد میکنم به کانال سر بزنید و ویدیوهای آخر رو تماشا کنید.